سلام عرض می کنم خدمت سرکار خانم نامداری و متشکرم از اینکه دعوت ژورنال ایرانیان کانادا رو پذیرفتید و توی برنامه ما حضور به هم رسوندید. ابتدا یک معرفی بکنم، ما امروز در خدمت سرکار خانم ریحانه نامداری هستیم، فوق لیسانس روانشناسی کودک از دانشگاه مگیل کانادا، فوق لیسانس هنر درمانی از دانشگاه کنکوردیای کانادا، روان درمانگر و متخصص سلامت روان کودکان، نوجوانان و خانواده و همچنین مدیر مرکز هنردرمانی و روانشناسی کودک مونتریال و همینطور روان درمانگر خصوصی در شهر تورنتو. سرکار خانم نامداری، سوال اولی که پرسیده شده در رابطه با ریشه و علت به وجود اومدن مشکلات روانی در دوران قرنطینه و کرونا هست. چه چیزی تغییر کرده که ما توی این دوران شاهد این هستیم که فشارهای روانی برامون بیشتر شده؟ آیا با رفتن دوران قرنطینه به صورت طبیعی این فشارها از بین خواهد رفت؟ ریشه اصلیش چیه؟ من علل خصوص در رابطه با جنبه فردی این مشکلات دارم از حضورتون میپرسم، به خاطر اینکه جنبه خانوادگی و اجتماعیش توی سوال بعدی حتما خواهم پرسید. اما اینکه من نوعی دچار افسردگی بشم، دچار تنش، دچار عصبانیت، دچار پرخاشگری بشم، از کجا نشأت میگیره؟ من چه کاری باش میتونم بکنم و چه کار میتونم بکنم که این شرایط رو تلطیف بکنم؟ احسان جان خیلی سوال خوبیه. من اول میخوام سلام کنم به تمام مخاطبین ژورنال ایرانیان کانادا و ممنونم از دعوتتون و اینکه فرصت رو فراهم کردید. یکم میخوام راجع به خود قرنطینگی صحبت کنم و اینکه به هر حال این شرایطی هست که تا به حال پیش نیامده بوده، شرایط خیلی جدیدی هست در تمام دنیا و دنیا الان انقدر شده یه دهکده کوچک جهانی که در واقع همه مردم برای اولین بار هست که تمام مردم دنیا دارن از این تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتن. در واقع این قرنطینگی و فشارهای روانی ناشی از اون اولین بار بعد از شیوع سارس که سالها پیش بود مورد مطالعه قرار گرفت، چون در واقع اولین بار بود که قرنطینگی به این معنای امروزی به وجود اومد و در واقع ساکنین و چی میگن شهروندان جوامع متفاوت مجبور میشدن که مدتهای طولانی رو در خونهشون به سر ببرن و این باعث شد که کارها تحت تاثیر قرار بگیره و خیلی جنبه های متفاوت زندگی آدم ها تحت تاثیر قرار بگیره. حاصل بررسی 24 تا مقاله از مقالاتی که در بعد از شیوع سارس به وجود اومد، اتفاقا همین اخیراً در ماه مارچ توی نشریه علمی به چاپ رسید و دلیلش هم همین بود که در واقع به خاطر این بود که میخواستن قرنطینگی و فشارهای روانی ناشی از اون رو و تحقیقاتی که در ارتباط باش قرار گرفته بود و میخواستن بررسی بکنن و در واقع میخواستن شیر بکنن با همه. و توی این مقاله عنوان شد که قرنطینگی یکی از اصلی ترین عوامل بروز نشانهای اختلال استرس حاد بود در واقع بعد از شروع سارس و بیشتر این مقالات در واقع مقالاتی بودن که کسایی که مجبور به قرنطینگی شده بودن و تحت مطالعه قرار داده بود در و گروه کنترلش هم کسایی بود که قرنطینه نشده بودن. و اگه بخوام براتون یه سری از لیست این نشانه ها رو بگم که در واقع نشانه های خیلی زیادی هست، این نشانه هایی که توی همه حالا توی این مقاله به خصوص اومده یه جوری مثل چی میگن ساید افکت داروها هست، یه لیست خیلی بلند بالا میدن، آدما به نسبت کم و بیش میتونن اینا رو همه رو داشته باشن یا فقط یه دونه رو داشته باشن، بعضیا مثلا این تحت تاثیر قرار نمیگیرن. ولی خیلی از این مواردی رو که خود شما اعلام کردین جزء نشونه هایی بود که قرنطینگی و فشارهای روانی روی آدم ها به وجود می آورد، از جمله همین احساس خستگی بی اندازه، این احساس این که آدم هرچی می خوابه دائم خستگی و یه کسالتی داره که انگار هیچ وقت از بین نمی ره. با اینکه آدم ها حالا به هر حال توی ترافیک نمی مونن، رانندگی های طولانی ندارن برای اینکه برن سر کار و بیان، خیلی فعالیت هایش از زیادی ندارن، ولی این احساس کسالت و این خستگی دائما باهاشون هست. یکی دیگه از مواردی که هست اون حالت زودرنجی و کج خلقی هست که به وجود میاد، چیزایی که شاید تا قبل از 3-4 ماه پیش خیلی ساده کنارش میتونستن بگذرن به خاطر این فشارهای روانی
حاصل از دوران قرنطینگی خیلی شدیدتر میشه. یه احساس دیگه که توی آدم‌ها به وجود میان احساس کنارگیری و انزوا هست. با اینکه الان در واقع به خاطر سوشال میدیا و به خاطر چی میگم پیشرفت تکنولوژی خیلی روابط با آدم‌ها خیلی راحت شده، ولی ما از خیلی از آدم‌ها میشنویم که اصلا حوصله ندارن یه وقت حتی یه تلفن بزنن، یا خیلی وقت میبینیم ممکنه یه هفته است که با کسی اونجوری در ارتباط نبودن، شاید با یه تکست ساده سرتای قضیه رو هم آوردن. این احساس و این خودش از همون حالت اون احساس کسالت، این احساسی که حوصله ندارن کاری انجام بدن میاد. یه احساس بی‌تفاوتی و اختلال توی در واقع تصمیم گیری به وجود میاد، بخواد جزء نشونه هایی که توی قرنطینگی به وجود میاد که میتونه عامل این باشه که آدم ها این احساس رو به وجود میاد درشون که من چه تصمیم بگیرم چه تصمیم نگیرم فرقی توی زندگی من نخواهد کرد. منی که الان نمیدونم یه ماه دیگه قراره برم از خونه بیرون یا 6 ماه دیگه، یا منی که نمیدونم الان میتونم اصلا برای تابستونم برنامه ریزی بکنم یا نکنم، اصلا چه فایده داره که من تصمیمی بگیرم. این احساس بی‌تفاوتی نسبت به زندگی به وجود میاد. بله، من برداشتم اینه که ببخشید که کلامتون رو قطع میکنم، این مواردی که شما دارید میفرمایید، استرس حاد، خستگی بی اندازه، کسالت، انزوا، اختلال در تصمیم گیری، عدم داشتن برنامه مشخص برای آینده، اینها چیزهایی هستش که پس صرفا قرنطینه برای ما به وجود میاره و اگر ما اینها رو توی خودمون یا اطرافیانمون میبینیم میتونیم بدونیم که اینها شرایط ناشی از قرنطینه. سوالی که من علل خصوص دارم اینه که حالا که ما میدونیم که قرنطینه اینها رو به وجود میاره، اولا آیا میتونیم امیدوار باشیم که با از بین رفتن قرنطینه که ما نمیدونیم واقعا با شرایط حال حاضر کرونا کی خواهد بود، اینها به صورت اتوماتیک از بین خواهند رفت یا نه؟ و از اون مهمتر این که امروز اگر من نوعی دچار این مشکلات و موارد هستم، اولین و مهمترین راهکاری که شما برای برداشتن این فشارها برای ما تجویز میکنید چه هست؟ آدم ها آگاهی به این داشته باشن که این شرایطی که من الان دارم احساس میکنم نرماله و بتونن این احساس امید رو تو خودشون به وجود بیارن که به مرور زمان، همونجوری که به مرور زمان این احساسشون به وجود اومد از شروع قرنطینگی تا الان، به مرور زمان هم از بین خواهد رفت. کمک هایی که میتونن بگیرن و حالا کارهایی که میشه انجام داد که فکر کنم قسمت دوم سوال کلی شما هست، حالا من اونجا بیشتر توضیح میدم، ولی خب کمک گرفتن از یه درمانگری که توی این شرایط میتونه کمک روحی و روانی به شما بکنه. خیلی از احساساتی که توی این دوران به وجود میاد احساساتی مثل استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه، حتی اینا همه چیزایی هست که میشه با کمک گرفتن از یه درمانگر این فکرها رو میشه روش کار کرد. راه حلای دیگه هم هست که بازم میگم در قسمت دوم شما چون خیلی کلی تر هست میخواین راجبش صحبت بکنید، ولی اینو میخوام تکرار کنم که خبر خوش اینه که میشه روی این موارد کار کرد. این داستان هم مثل همه بیماری های روانی دیگه اگه که به حال خودش گذاشته بشه 100% نتیجه مثبتی نخواهد داشت، ولی اگه دست به کار بشیم و یه کاری راجبش انجام بدیم امکان غلبه بهش 100%. پس ما اون چیزی که میدونیم اینه که این شرایط به وجود اومده، ما اول از همه باید بدونیم که به وجود اومدن این مشکلات که خودش غیر طبیعی هست نرماله، و دوم این که بدونیم وقتی که به سمت حاد میره ما میتونیم که به کمک بگیریم از روان درمانگر و از افرادی که تو این زمینه به ما کمک میکنن. حالا در رابطه با همین سهرکار خانمی نامداری، یکی از چیزایی که ما شاید هم در اطراف خودمون دیده باشیم و یا شنیده باشیم و حس کرده باشیم اینه که توی شرایط قرنطینه افرادی که با هم دارن زندگی میکنن بعضن دچار مشکلات خیلی مهم میشن. تنش هایی که در خانواده ها به وجود میاد، بین والدین، بین پدر و مادر، بین والدین و فرزندان، بین فرزندان با هم، یا حتی بین افرادی که در خونه با هم زندگی میکنن و شریک زندگی هم دیگه هستن. من باز سوالم دو بخش داره. اولین بخش اینه که خب چرا این اتفاق افتاده، چی باعث، ما میدونیم که استرس و فشار و تنش شخصی احتمال داره بروز پیدا بکنه به اطرافیان، چی باعث میشه که ما در کنار عزیزترین افرادمون که باشون داریم زندگی میکنیم
اونها رو هم برنجونیم یا ببینیم که اونها ما رو دارن میرنجونن. و بحث مهمتر این که چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه این تنش ها رو به حداقل برسونیم و امیدوار باشیم که این مباحث، امیدوار باشیم که این دعواها و معضلات به بعد از دوران قرنطینه نکشه. قسمت اول سوال شما راجع به این که این احساس ها اصلا چجوری به وجود میاد که ما شاید آدم عزیزترین آدم های زندگیمون رو میرنجونیم. توی دوران قرنطینگی اون احساس زندانی شدن، احساس از دست دادن ریتم زندگی، احساس از دست دادن روتین زندگی، این که من صبح بلند میشم احساس میکنم که گنگم، نمیدونم الان باید حاضر بشم برم سر کار یا نه، و حالا بسته به اینکه اعضای خانواده در چه حد همچنان درگیر کارهای روزمره‌شون باشن یا نباشن، این احساس گیجی خیلی بیشتر هم میشه. اضافه بر اون، به هر حال همه کسایی که کار میکردن و حتی اگه کسایی که کار نمیکردن، بچه‌هایی که میرفتن مدرسه، چه کودک چه نوجوان، امکان رو داشتن که بتونن برن با 4 تا از همکاراشون صحبت بکنن، 4 تا مهمونی برن، همدیگر رو ببینن، روابط اجتماعی خیلی بیشتر بود، بچه‌ها می‌رفتن مدرسه، انرژیشون رو جور دیگه خالی می‌کردن، نوجوانا با گروه‌های دوستی که داشتن، حالا بعد از مدرسه ممکنه یه ورزش می‌کردن یا یه جایی می‌رفتن، یه پارکی، یه سینمایی، یه مالی، و یه جوری این نیازشون رو به روابط اجتماعی میتونستن برآورده بکنن و در واقع فعالیت‌های فیزیکی هم همینطور، در واقع همین که بچه‌ها بتونن بدوئن، نوجوان‌ها بتونن ورزش کنن، پدر مادر هم همینطور به همون نسبت بتونن یه جیم برن، یه سری پیاده روی بکنن، حتی بتونن فعالیت‌های روتین زندگی رو مثل گروسری کردن رو بتونن خیلی راحت انجام بدن. همه اینا در واقع از دست دادن همه این احساسا باعث به وجود اومدن اون احساس کسالت و خشم و بودن تو انزوا میشه. به نظرم یه نکته خیلی مهمه که همه باید بهش توجه کنن اینه که صرف نظر از سن و سال همه این احساسا رو میکنن. اون بچه‌ای که 5 سالشه به همون نسبت پدر مادر شاید 30 خورده‌ای سالش، دلش برای دوستاش تنگ شده، دلش برای معلم مهد کودکش تنگ شده، دلش برای اینکه بتونه بره بیرون و بدو بره تو پارک تنگ شده، یه نوجوان به همون نسبت دلش برای صحبت کردنش با گروه سنی خودش تنگ شده. و همه ما میدونیم که خیلی وقتا این امکان وجود نداره که اعضای یه خانواده هم از یه گروه سنی باشن. بر فرض مثال 2 تا بچه 4-5 ساله هم سن و سال هم باشن، یا 2 نوجوانی باشن که اولا با هم دیگه بسازن و دوما بتونن حرف همدیگه رو درک کنن. و دلیل این که میگم این نکته خیلی مهمه به خاطر اینه که اگه هر کدوم از ما و به خصوص بزرگترها توی یه خانواده بتونن این آگاهی رو داشته باشن که اگه کودک من داره یه جور خاصی رفتار میکنه، حالا یا قوانین رو رعایت نمیکنه یا یه انرژی عجیب غریبی داره و نمیدونه از کجا به این انرژی رو مصرف کنه، اگه نوجوان من به یه حالت خاصی صحبت میکنه یا که من ممکنه پرخاشگری بهش احساس کنم داره پرخاشگری میکنه، اینو پرسونال نگیرن. یکی از قسمت دوم سوال شما اینه که خب حالا که این اتفاقا به وجود اومد ما چجوری میتونیم کمش کنیم. یکی از مهمترین چیزا اینه که توی این دوران سعی کنن که توی بخشیدن خودشون و اعضای خانوادهشون و حتی دوستاشون خیلی دست و دل باز باشن، خیلی شخصی نگیرن. اگه یه بچه‌ای بد صحبت کرد، اگه یه نوجوانی به تندی صحبت کرد و یا حتی اگه یه پارتنری یه حرفی زد که خیلی نابجا بود، خیلی در واقع کشش هم ندن. این اتفاقا میفته. همه ماها این تا شاید 2-3 ماه پیش این امکانو داشتیم که بتونیم یه دوستی رو جداگونه توی یه کافی شاپی ببینیم، درد دل کنیم. نوجوان میتونست بره با پدر مادرش با دوستاش یه جایی بره و اگه شکایتی داشت میتونست اینو بگه. و یه چیز دیگه که من و شما داشتیم راجبش صحبت میکردیم قبل از اینکه این اینترویو رو شروع کنیم، این همین امکان کم شدن
اون احساس پرایوسی توی زندگی خیلی از آدما بود. بسته به محیطی که توش زندگی میکنن، خیلی از خانواده‌ها توی کاندو هستن، خیلی از خانواده‌هایی که حتی توی خونه هم زندگی میکنن شاید از این اتاق به اون اتاق احساس کنن که نمیتونن با دوستشون دو کلمه راحت درد دل کنن. حتی خیلیشون وقتی با ما تماس میگیرن، یکی از دلایل اینکه سشن‌های آنلاین خیلی شاید طرفدار نداره اینه که همون احساس پرایوسی رو ندارن، که اگه بر فرض مثال درد دلی دارن از پدر مادرشون یا از پارتنرشون یا از یه چیز مهمی که براشون داره اتفاق میفته، احساس میکنن که صداشون رو همه خواهند شنید. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه اینه که این احساسات خیلی شدید برای خیلی از اعضای خانواده پیش میاد و راجع به این احساسات صحبت کنن. فکر نکنن که فقط منم که الان اینجوری احساس کسالت دارم، خوابم نمیبره، اشتهام زیاد شده یا کم شده، با بیمیلی دارم کار میکنم. اینا احساساتی هست که بین خیلی از آدما مشترکه و خیلی وقتا حرف زدن راجبش باعث میشه که آدما بفهمن که من تنها کسی نیستم. I'm not the only one on the boat. خصوص وقتی ما میبینیم که افراد دیگری در خانه هستن که دچار مشکل میشن، آیا میتونیم کمکی بهشون بکنیم؟ 100%. 100%. و بسته به اینکه چقدر احساس راحتی میکنیم با اینکه این موضوع رو مطرح بکنیم یا نه. و مطمئناً با توجه به اینکه آیا زمان مناسبی هست یا نه برای مطرح کردن این مسئله، و فرض مثال وسط دعوا هیچ وقت مناسبی نیست برای مطرح کردن این مسئله، ولی وقتی دو طرف آروم شدن، حالا این دو طرف میتونن دو تا بچه یه خانواده باشن یا میتونن پدر مادری باشن که با هم دیگه دارن مشاجره میکنن، 100% اعضای خانواده میتونن این مسئله رو مطرح کنن. کاری که پدر مادر میتونن بکنن و کاری که خیلی از ماها توی تراپی در واقع از پدر مادر میخوایم که انجام بدن اینه که در واقع به بچه‌ها بتونن یاد بدن که چجوری بعد از یه مشاجره شاید لفظی چی کار میتونن بکنن که شرایط به اوضاع نرمال برگرده. این به این معنی هست که در واقع پدر مادر برای بچه‌ها این شرایط به وجود میارن که یاد بچه‌ها یاد بگیرن که چجوری معذرت خواهی کنن، چجوری بتونن حرفیو که زدن بتونن ریسپانسیبیلیتیشو به عهده بگیرن و بگن که من این حرفو زدم و میدونم که گفتن این حرف احساسات تو رو جریه دار کرد. حالا هر کسی به زبون خودش میتونه این صحبت رو انجام بده، ولی دیدن این که پدر مادر بعد از یه مشاجره چجوری این صلح ها میتونن برقرار کنن در واقع بهترین روش هست برای بچه ها که بتونن یاد بگیرن که به هر حال کج‌خلقی اتفاق میفته خیلی وقتا، و همونطور که بچه ها ممکنه که با دوستاشون دعوا کنن یا ممکنه که اختلاف نظر داشته باشن و ممکنه این اختلاف نظر وقتایی بالا بگیره و باعث مشاجره لفظی هم بشه، ولی بعدش احتیاج نیست که قهر کنن، احتیاج نیست که دعوا خیلی طولانی بشه و این از طرف بچه ها میتونه انجام بشه، از طرف بزرگترها میتونه انجام بشه. یه کار دیگه که بزرگترها میتونن انجام بدن اینه که در واقع آگاهی نسبت به این که همه ماها الان در شرایطی هستیم که احساس تنشمون خیلی زیاده و درسته که بر فرض مثال اگه که من توی این شرایط تنش اینطوری رفتار کردم به خاطر بد بودن بچه من نیست، به خاطر بد بودن پدر مادر نیست، و میگم اون کنن این responsibility اینو داشته باشن که من در یه شرایطی که شاید خیلی احساساتم خیلی شاید شدید بود و نتونستم کنترلش کنم، حرفی رو زدم، عملی رو انجام دادم که خیلی از اعضای خانواده منو تحت تاثیر قرار داد. خانم نامداری، سوال سومم که آخرین سوالم هم هست از حضورتون اینه که
این شرایط و این مشکلاتی که پیش اومده، ما تا الان در رابطه با این صحبت میکردیم که هر کدوم از ما اگر که مبتلا بهش بودیم چگونه میتونیم اونها رو خودمون حل بکنیم و افراد در صورت برخورد با این مشکلات، مواجهه با اونها در خودشون و در خانواده و اطرافشون چطور میتونن با اونها مدارا بکنن. سوال من اینه، اگر ما احساس کردیم که اینها از حد گذشته، من احساس کردم که افسردگی من به حدی رسیده که من احتیاج به مراقبت شدید دارم، احتیاج به صحبت کردن با یک روان درمانگر دارم، و یا ما خواستیم پیشنهاد بدیم به یکی از اطرافیانمون برای اینکه بپردازه به اینکه با یک متخصص مشکلاتش رو مطرح بکنه، امروز که اکثر بیزینس ها در اقصی نقاط دنیا بسته هست، آیا افرادی که مثل شما توی زمینه روان درمانگری فعالیت میکنن برای مردم سرویس ارائه میدن و آیا مشغول فعالیت هستن؟ اگر آره، ما چگونه میتونیم به اینها دسترسی داشته باشیم؟ من علل خصوص در رابطه با شهرهای کانادا حرف میزنم، چون مطلع هستم که شما در شهر مونتریال و شهر تورنتو صحبت میکنید و افراد زیادی هستن که به شما رجوع میکنن. ممنون میشم اگر در این مورد هم توضیح بفرمایید. حتما. بیشتر همکارای ما که در واقع توی منتال هلت سرویسز هستن ادامه دادن و در واقع همشون سشن‌های توی آفیس رو تبدیل کردن به سشن‌های آنلاین و علی خصوص ویدیو سشنز. من خودم در واقع راجع به شاید شهر مونتریال و تورنتو بیشتر میتونم، برای اینکه توی این دوتا شهر فعالیت دارم. سنتر ما توی مونتریال، مونتریال آرت تراپی سنتر، فعالیتش رو همچنان داره و از طریق وبسایت و از طریق یکی از دایرکتوری های خیلی بزرگ سایکولوژی تودی هست میتونن هم به سنتر ما دسترسی پیدا کنن و هم کسای دیگه ای هستن که میتونن بهشون دسترسی پیدا کنن. در شهر تورنتو هم همینطور بسیاری از همکارای من همچنان ادامه میدن به این فعالیتشون. خیلی از شاید کلاینت ها که عادت ندارن به اینکه از پشت صفحه کامپیوترشون با کسی صحبت بکنن، توصیه من هست که به عنوان یه تجربه کوتاه بهش نگاه کنن. به هر حال همه ما امیدمون این هست که شرایط به حالت عادی برگرده، ولی نذارن که این سختی این دوران رو برای خودشون دو برابر نکنن با تو خونه نشستن و تو خودشون ریختن و سعی کردن به این که بتونن خودشون مسائل رو حل کنن، خصوصا وقتی که مسائل در حدی هست که شما گفتین که خیلی حاد میشه. یکی از شاید خوبیایی که الان تلتراپی برای همه به وجود آورده اینه که خیلیا میتونن به تراپیست‌های دیگه‌ای که در شهر دیگه غیر از شهر خودشون هست ارتباط برقرار کنن و این باعث میشه که در واقع شما بتونین دایرکتوری بیشتری از تراپیست‌های رو داشته باشین که میتونین باشون ارتباط داشته باشین. شاید یه مورد دیگه که به نظر من میاد که شاید دونستنش برای مخاطبین شما بد نباشه اینه که خیلی از تراپیست ها در واقع حالا برای این دوران یا حتی شاید خارج از این دوران هزینه سشن هاشون رو بسته به درآمد خانواده میتونن کم بکنن و اگه خانواده‌ای هست که به هر دلیلی بیمه تکمیلی ندارن یا به هر دلیلی شرایط مالیشون تحت تاثیر قرار گرفته و نمیتونن از پس سشن ها بر بیان، با دیدن هزینه درمان پا پس نکشین. اگه میبینین که اون درمانگر یا حالا اون سنتر امکان کم کردن هزینه ها رو داره، که اکثرا مطرح میکنن که سلایدینگ سکیل قبول میکنن یا نه، حتما تماس بگیرین و حتما ازشون بخواین که شرایط سلایدینگ سکیلشون چی هست. به هر حال میگم این شرایطیه که برای همه خیلی سخته، ولی کمک هست و از گرفتن این کمک خودشون رو دریغ نکنن. بسیار متشکرم. دونستن این که توی این شرایط میشه به متخصصین این امر رجوع کرد و مشکلات رو باشون در میون گذاشت و علل خصوص دونستن این که هستند افرادی که با توجه به شرایط و مضیقه های مالی هم هزینه ها رو بالا پایین میکنن، بسیار خوب و مفید خواهد بود. خیلی متشکرم از
لطفتون و خواهش میکنم اگر فرمایشی هست و اگر نکته دیگری هست که میخواید بفرمایید به ما بگید. حتما. یکی دوتا مورد دیگه هست که من وقتی داشتم به این سوالا فکر میکردم و شاید توی خیلی از صحبتهای کلاینتهای خودمونم اینا رو دیده بودم، میخواستم فقط در اشتراک بذارم با شما. یکی از مسائلی که توی این شرایط پیش میاد این هست که آدما اعضای خانواده توی شرایط خاصی هم دیگر میبینن که شاید وقتی که زندگی روال عادی خودش رو داشت و همه شاید صبح که بلند شدن دنبال این بودن که زودتر برن از خونه بیرون به مدرسه برسن یا به سر کار برسن، متوجهش نمیشدن و الان به خاطر وقت زیادی که دارن یا حالا اینکه در محیطی هستن که خیلی بیشتر رفتار همدیگر رو میبینن، شاید سعی در تغییر همدیگه دارن، شاید ایراد میگیرن به ساعتهای خوابی همدیگه، به خوراک همدیگه، به نوبت‌هایی که شاید یک کسی سنک برمیداره یا حتی شاید استراحت میکنه. خیلی وقتا پارتنرها به خاطر اینکه توی شرایط متفاوتی کار میکنن، نحوه کار کردن هم دیگر رو ندیده بودن و الان در شرایطی هستن که بر فرض مثال شاید صدای هم دیگر رو توی میتینگ ها بشنون و اینا همه شرایطی هست که بهش آگاه باشیم و سعی در تغییر هم دیگه نداشته باشیم. در همه ما توی این شرایط همه ما های توی یه چیزای خوب هستیم. خیلی وقتا پدر مادرها حتی شاید این فرصت رو نداشتن، حالا به دلیل مشغله کاری یا سرعت خیلی زیاد زندگی، که بر فرض مثال حتی مکالمه نوجواناشون رو با هم دیگه بشنون و الان به خاطر اینکه همه در خونه هستن میتونن مکالمه نوجوانشون رو بشنون با دوستاشون، این پرایوسی رو به هم دیگه بدین حتی با وجود اینکه شاید شرایط خونه اجازه نمیده، ولی این پرایوسی رو به هم دیگه بدین که هر کسی بتونه خودش باشه. و یه مورد دیگه هم که خیلی توی در واقع ما کلاینت هم میبینیم که دوست داشتم اینجا شیر کنم اینه که خیلی از پدر مادرها نگران شرایط تحصیلی بچه هاشون هستن و اینکه آیا بچه من وقتی که سپتامبر برگرده مدرسه این مسائل ریاضی رو یادش خواهد بود یا نه، فرمولای فیزیک رو یادش خواهد بود یا نه، و شاید خیلی از مسائلی که باعث تنش میشه بین پدر مادرها و بچه ها درخواست پدر مادرها برای حل کردن مسائل ریاضی و دیکته و فیزیک و این چیزا هست و رد کردن این درخواست از طرف بچه ها. چیزی که امیدوارم پدر مادرها بتونن قبول کنن اینه که در حال حاضر همه بچه ها تحت تاثیر این شرایط هستن و اگه که این بچه هایی که برن سپتامبر برگردن به مدرسه، خیلی هاشون این فرمولای ریاضی رو یادشون نخواهد موند و این کار مدرسه و کادر تحصیلی و معلم هاست که بتونن در واقع بچه ها رو دوباره آماده بکنن برای یه سال تحصیلی جدید. و شاید مهمترین نقش پدر مادر توی این دوران این هست که پدر مادر باقی بمونن. خیلی وقتا بغل کردن بچه ها و این احساس امید و اطمینان رو بهشون دادن که شرایط عادی میشه، این نیز بگذرد، و احساس این که این احساس که الان من سیف هستم و اتفاقی برای من نخواهد افتاد و پدر مادر هستن که میتونن به بچه ها بدن و اینو از بچه ها دریافت نکنن. خیلی ممنونم خانم نامداری از وقتتون بعد که دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار خوشحال شدیم و امیدواریم که شرایط به نحو احسن تموم بشه و همه به روال عادی زندگی با کمترین دغدغه و تنش برگردیم. متشکرم از وقتتون و امیدوارم شما باشید. خیلی متشکرم.